سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاد طی بیانیه‌ای حمله تروریستی سنی‌های تکفیری داعش به زیارتگاه سید عثمان مروندی پاکستان را محکوم کرد. در این بیانیه که نسخه از آن برای شیعه ویوز ارسال شده آمده است، منابع پزشکی درمانی شهر سیهون پاکستان تاکید می کنند که در حمله مرگبار تروریست‌های داعش به زیارتگاه سید عثمان مروندی بیش از هفتاد تن جان خود را از دست دادند که سی تن از آنها کودک بودند این بیانیه در ادامه با اشاره به بیانیه خبرگزاری علاماق متعلق به سنیهای تندروی داعش که عامل تروریست خود را شهید خوانده بود افزود سازمان تروریستی داعش به طور پیاپی چهره زشت خود را نمایان تر کرده و روش های وحشیانش را به نمایش میگذارد. سازمانی که در اقدامات خود حرمت هیچ ارزش و جنبه انسانی و حتی جان خرد و کلان و زن و مرد را رعایت نمی کند. این سازمان حقوق بشری در بیانیه خود اظهار داشت ما برای چندمین بار از جامعه جهانی خصوصا از کشورهای اسلامی میخواهیم با همراهی و همکاری یکدیگر برای نابود کردن این تشکیلات تروریستی و نجات جامعه بشری از شر آن اقدام کنند سازمان جهانی نفع خشونه در ادامه بیانیه خود گفت خوشکاندن منابع فکری تروریسم و مجازات حامیان آن از دیگر ضرورت هایی است که این سازمان بر آن تاکید دارد زیرا بسیاری از ملت ها با هویت ها اعتقادات نژادها و قومیت های مختلف قربانی این جریان های تروریستی شده اند. سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاد در پایان به بازماندگان قربانیان این جنایت تسلیت گفته و شفای عاجل مجروحان را از خدای منان خواستار شده است.